جامعه ما اگر بخواد از نظر فرهنگی، از نظر علمی، تحقیقاتی پیشرفت بکنه، راهش همینه. راهش تحقیقات و پژوهش های جدی علمی فارغ از شعار و ایدئولوژی و اینجور چیز هاست، آکادمیک به معنی حقیقی کلمه، ایناست که میتونه در هر زمینه ای به خصوص امروزه در زمینه مثلا مسائل دینی، مسائل دینی ببینید، یه زمانی بود که به اصطلاح اشخاص میمدن نظریه پردازی میکردن، مثلا میگفتن که فرض کنیم مثلا وحی چیه، مثلا نظر من راجع به وحی چیه، نظر تو راجع به وحی چیه، یعنی چی نظر من راجع به مثلا اسلام ناب محمدی اینه، نظر تو تو کی هستی، برای من چه چیزی داره. اگر مسئله پرسش از اسلام ناب محمدی که من معتقدم که هست یه همچی چیزی، اسلام ناب محمدی میتونه باشه، ولی اون یه چیزی نیست که تو ایدئولوژی برای تو تعیین کرده، تو باید بری تاریخ، باید اینقدر بکنی، باید اینقدر این طرف اون طرف چیز بکنی و تحقیق بکنی، جستجو بکنی، تلاش بکنی تا اینکه مثلا فرض کنی بفهمی که بری به اون ذهنیت قرن اول مثلا بتونی به نزدیک بشی که بتونی یه مقدار مثلا بفهمی که اون موقع چجوری فکر میکردن، احکامشون چجوری بوده. انسانی که مثلا فرض کنی توی قرآن هست با انسان، با مفهوم برداشتی که ما از انسان امروز داریم یکیه؟ نه. انسانی که اون موقع تعریفی که انسان میکرد از انسان میکردن در قرآن با تعریفی که امروز ما از انسان میکنیم یکی نیست، نه، من فرق داره. شما بخوای بفهمی که اونجا چی، باید بری سعی بکنی که تحقیق کنی ببینی اون موقع چی بوده. و به نظر من الان دیگه وقت این که بیان اشخاص نظریه پردازی بکنن، شعار بدن، دیگه دوره یه نمیدونم علی شریعتی ها و اینجور چیزا، اصلا دیگه اینا رو من فراموش، اینا ماله دورش دیگه. آره اکسپایر شد. اینا یعنی مال قرون وسطاست اینجور نظریه پردازی ها و که منتهی به ایدئولوژی میشه. ما باید بریم آسینامون رو بالا بزنیم، بریم تحقیق بکنیم، تحقیق بی‌طرفانه.